آسیا بی بی یک پاکستانی مسیحی که بیشتر از 8 سال الان در زندان بوده و حکم اعدام داشته به خاطر توهین به مقدسات اخیراً آزاد شده، ولی خب هنوز وضعیتش خیلی خطرناکه، مخفی شده. وکیلش که حمایت کرد ازش مجبور شده فرار کنه و بیاد به هلند، و اتفاقاً در کنفرانسی که ما در 25 نوامبر سازمان دادیم ایشون هم داره میاد صحبت کنه، سخنرانی کنه در رابطه با وضعیت آسیا بی بی. و خب میبینیم که این واقعاً یه شرایط خیلی خطرناکه و اسلامی ها دارن گله های حزب الله خودشون رو سازمان میدن که باعث بشه که دولت پاکستان عقب نشینی کنه و آسیا بی بی رو اعدام کنه. یعنی واقعا یک وضعیت خیلی خطرناکی هست براش. این پرونده آسیا بی بی یک در واقع در که جریان داره یک نبردی رو توی جامعه پاکستان دارن نشون میده. از یه طرف جریانات راست فاشیستی اسلامی دارن سعی میکنن از طریق قانون توهین به مقدسات یا در واقع خشونت بدون بند و بار تو اون جامعه مخالفین خودشون از بین ببرن، از طرف دیگه جنات سکولاریست و کسایی که میخوان جامعه غیر مذهبی باشه و در واقع سکولاریست های پاکستان دارن میجنگن و از این کیس و پرونده ی آسیا بی بی دفاع کردن. این نشوندنده یه دعوای بزرگی توی جامعه پاکستان داره اتفاق میفته و مهمه که این وضعیت هم در این حال نه تنها که به نمایش گذاشته شده باشه، بلکه دنیا به حمایت از جریانات مترقی توی پاکستان بیان و با حمایت از آسیا بی بی این در واقع وزنه رو به طرف جامعه مدرن و متمدن در پاکستان سنگین بکنه. ولی چیزی که میبینیم اینه که این نعره های حزب اللهی ها و گله های حزب اللهی باعث میشه که به نفع خودشون یه نوعی تبدیل بشه. برای مثال دولت انگلیس حاضر نشده که پناهندگی بده به آسیا بی بی به خاطر اینکه میگه که نگرانی های امنیتی داره، یعنی میترسه اسلامی های انگلیس بیان شروع کنن سر و صدا کردن. و خب میدونیم حتی اخیراً دادگاه حقوق بشر اروپا هم تصمیم گرفت که نمیشه مثلا گفت که محمد پیامبر اسلام بچه باز بوده به خاطر اینکه این آرامش جامعه رو از بین میبره. و چیزی که معلوم میشه اینه که این قوانین توهین به مقدسات داره استفاده میشه که قربانیان رو دوباره قربانی کنه و به نوعی دفاع کنه از کسایی که دارن خشونت رو اعمال میکنن از طریق این توهین به احساسات و مقدساتشون. دقیقاً نگاه کنید، جریانات اسلامی توی پاکستان استاندار یا نماینده منطقه پنجاب رو توی روز کشتن یا چون از آسیا دفاع کرده. دقیقاً به خاطر اون اولین کسی بود که در واقع رفت و با آسیا بی بی صحبت کرد، اومد تلویزیون و ازش دفاع کرد و گفت که ایشون باید بخشیده شه اون طریقی که میتونست خودش ازش دفاع کنه. یا اینکه وزیر در واقع اقلیت‌های توی پاکستان هم به خاطر اینکه از آسیا بی بی دفاع کرده بود و خودش هم مسیحی بود اونو توی روز توی پشت ماشینش گرفتن اعدام کردن و کشتن. و کسایی که این کارو دارن میکنن توی جامعه پاکستان اسلامیایی هستن که با خشونت بی‌بندوار دارن این کارو میکنن و در واقع با سکوت کردن در مقابل این حرفا یا اینکه بگین که از آسیا بی بی دفاع نکردن یا بهش حق پناهندگی ندادن در واقع در خدمت جنایت اسلامیه. و خیلی جالبه این کشورهای اروپایی یا از عربستان سعودی دفاع میکنن یا از جمهوری اسلامی و هواداره جمهوری اسلامی، هیچ فرق نمیکنه. اینا بخشی از توی دی ان ای شون و در واقع تو سیستمشون که دفاع از مذهب و جنایت مذهبی هست. ولی جامعه مترقی دنیا باید این وضعیت عوض کنه به نفع جنایت مترقی پاکستان و سراسر دنیا، قوانین توهین به مقدسات رو از بین ببره. یه کیس خیلی جالبی بود که یه نویسنده مشهور انگلیسی به نام استیون فرای توی ایرلند رفته بود علیه خدا صحبت کرده بود رو تلویزیون، گفته بود واقعا یه سری فحش داده بود به خدا. و خب یه نفر اینو این استیون فرای میخواست ببره دادگاه و شکایت کرد که توهین به مقدسات شده. پلیس هم گفت که ما نمیتونستیم اینو دادگاهی کنیم به خاطر اینکه تعداد زیادی نبودن که
به احساساتشون جریداه شده بود. یعنی فقط یه نفر بود دیگه، به خاطر اون که نمیشه آدم رو برد دادگاه. یعنی نشون میده که واقعا این گله ها باعث میشه که آدم ها عقب نشینی کنن و ایستادن جلو این گله ها چقدر مهمه. چند هفته پیش توی سان فرانسیسکو بودم توی کنفرانسی که سلمان رشدی داشت سخنرانی میکرد و اون داشت میگفت که واقعا باید توهین به مقدسات اسلحه ما باشه، ما آزاداندیشان، که انقدر اینو استفاده کنیم که دیگه این گله ها انقدر نرمال بشه توهین به مقدسات، که این گله ها دیگه نتونن بیان تو خیابون سر ببرن و آدم بکشن و تهدید کنن. دقیقاً این امکان پذیره و هر روز داره اتفاق میفته. دفاع از حق توهین به مقدسات یکی از وسایل پیشرفت جامعه است. تو ایرلند اخیراً ماه گذشته قانون توهین به مقدسات رو برداشتن توی اون جامعه، به خاطر این کمپین کردن، مخالفت کردن، و در به خاطر این کلیسای کاتولیک اینقدر ضعیف شده بود به خاطر گندکاریایی کرده بود، موقعیتی بود که جامعه این قوانین توهین به مذهب رو تونست برداره. و این اتفاق، این نبرد بین توهین حق توهین به مقدسات، آزادی بیان عقیده از یه طرف با جنایت اسلامی و مذهبی از طرف دیگه داره ادامه پیدا میکنه، همه جا داره اتفاق میفته. وظیفه جامعه متمدن و مترقی تو سراسر دنیاست که وزنه رو بر علیه جنایت فاشیست اسلامی و جنایت فاشیست مذهبی در واقع برگردونه. یکی از اون صحنه های نبرد صحنه مخالفت با قوانین توهین به مقدسات.